برد پرگل الهلال در شب درخشش و گلزنی نیمار جونیور. سلام به همگی دوستان، من امین هستم و به کانال فوتی اسپیس یا فضای فوتبالی خوش اومدین. ویدیو امروز خلاصه بازی نساجی و الهلال در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیاه. ترکیب نساجی متشکل از رشید مزاری، محمدزاده، جان ملکی، فرشید اسماعیلی، محمد رضا آزادی، قائد رحمتی، هردانی، هوشمند، حسینی، بابایی و محمد رضا عباسی. و ترکیب الهلال متشکل از اویس، البرگ، کولیبالی، علی بولهی، شهرانی، کانو، سلمان فرج، مالکوم، میشل، نیمار و میتروویچ بود. الهلال بازی هجومی شروع کرد و خیلی زود تونست توسط میتروویچ به گل برسه، اما داور بعد از مشورت با VAR گل رو به علت آفساید مردود اعلام کرد. تیم الهلال خیلی خوب و روان بازی میکرد و موقعیت‌های زیادی رو ایجاد میکردند. در دقیقه 18 میتروویچ با یک ضربه سر روی سانتر البرک گل اول رو برای الهلال به ثمر رسوند و دیگه خبری از مردودی گل نبود و گل کاملا صحیح و درست بود. الهلال نبض بازی کاملا در دست داشت و نساجی کاملا در لاک دفاعش فرو رفته بود. در دقیقه 31 درگیری بین محمدزاده و میتروویچ پیش اومد و بازی حدود 15 دقیقه متوقف شده بود و نتیجه این درگیری ها دوتا اخراجی بود که سلمان فرج از الهلال و امیر محمد هوشمند از نساجی اخراج شدند و هر دو تیم باید ادامه بازی رو 10 نفره دنبال میکردند. در دقیقه 47 یه موقعیت گیر نیمار اومد، اما رشید مزاری توپ از جلوی پای نیمار گرفت و نذاشت نیمار گلزنی کنه. بازی در نیمه اول با همون نتیجه 1-0 به سود الهلال به پایان رسید و تیم نساجی در نیمه اول خیلی بد بازی کرد، عملکرد خوبی از خودشون نشون ندادن. تیم الهلال نیمه دوم را مثل نیمه اول هجومی و طوفانی آغاز کرد. در دقیقه 52 یه موقعیت عالی گیر میشل اومد و ضربش رو هم زد، اما رشید مزاری توپ با پا به شکلی فوق‌العاده دفع کرد و مانع گلزنی تیم الهلال شد. تیم نساجی رفته رفته به خودش اومد و از لاک دفاعش در اومد و شروع به حمله کرد. در دقیقه 53 هردانی شوت پرقدرت با پای چپ زد، اما دروازه‌بان الهلال یه سیو عالی انجام داد و نذاشت تیم نساجی به گل برسه. تیم نساجی خوب بازی میکرد و خیلی بهتر از نیمه اول ظاهر شدند، اما از شانس بدشون روی اشتباه بازیکنان خودی الهلال تونست توسط نیمار در دقیقه 59 به گل برسه. نیمار با یه شوت عالی با پای چپ توپو به تور دروازه چسبون تا بتونه اولین گلش رو در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر برسونه. الهلال دست بردار نبود و بعد از دو گل هنوز هم تشنه گلزنی بودند. در دقیقه 62 کولیبالی جلو کشید و توپو تا نزدیکای محوطه جریمه اوورد و پاسش رو به نیمار رسوند و نیمار ضربش رو زد، اما تیم نساجی شانس آورد و توپ به تیرک دروازه برخورد کرد. اما نساجی میدونست که چیزی برای از دست دادن نداره و باید حمله کنه و موقعیت هایی رو ایجاد کنه. در دقیقه 70 اسماعیل بابایی راکت روانه دروازه الهلال کرد و توپ به تاق دروازه برخورد کرد و روی خط نشست و نساجی در این صحنه بد شانس بود. و اگر توپ کمی جلوتر از خط دروازه روی زمین میخورد، تیم نساجی میتونست به گل برسه. هر دو تیم روی دروازه های هم موقعیت هایی رو ایجاد میکردن، اما باز هم نساجی در دقیقه 93 توسط صالح الشهری گل خورد تا بازی 3-0 بشه و بازی با همون نتیجه 3-0 به سود الهلال به پایان رسید. الهلال بتونه 4 امتیازی بشه و دست پر به عربستان برگرده. کالیدو کولیبالی هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. نساجی در نیمه اول بازی خوبی رو ارائه نداد، اما در نیمه دوم کمی بهتر بازی کرد.